سرخط خبرها هیئت اوکراینی برای مذاکرات صلح وارد استانبول شد سقوط آزاد قیمت دلار در روسیه بعد از رکوردزنی تاریخی در یک ماه گذشته مصمومیت مشکوک آبراموویش پس از مذاکرات صلح سربازان روسی یکی از فرماندهان خود را با تانک زیر گرفتند بورل روسیه نمیخواست تحریم نفت ایران برداشته شود. و وعده رئیسی برای ریشهکن کردن فقر مطلق در سال 1401. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. هیئت اوکراینی برای مذاکرات صلح وارد استانبول شد. هیئت اوکراینی برای شرکت در مذاکرات صلح با همتایان روسی خود وارد شهر استانبول ترکیه شده است. این هیئت را الکسی رازنیکوو وزیر دفاع اوکراین و همچنین میخائیل پودولیاک رئیس دفتر ریاست جمهوری هدایت کند. این گروه میگوید که اولویت اصلی آنها دست یافتن به آتش بس است. هرچند تردیدهایی هر درباره محتمل بودن این هدف وجود دارد. این مذاکرات رودررو که اولین دیدار در بیش از دو هفته اخیر است را رجب تای بردوغان رئیس جمهور ترکیه میزبانی می نشست طرفا قرار است در ساعت ده صبح سهشنبه به وقت محلی هفت صبح گرینویچ شروع شود. روسیه از جمله خواهان آن است که اوکراین هر گونه تلاش برای پیوستن به ناتو را کنار بگذارد موضوعی که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته آماده است بر سر آن مصالحه کند سرنوشت مناطق جدایی طلب شرق اوکراین و موقعیت کریمه که روسیه در سال 2014 به خاک خود زمین کرد از دیگر مسائل دشوار است. سقوط آزاد قیمت دلار در روسیه بعد از رکوردزنی تاریخی در یک ماه گذشته دلار برای اولین بار از اول مارس به زیر 92 روبل رسید تصمیم پوتین برای الزام فروش گاز به کشورهای اروپایی تنها در ازای دریافت روبل موجب قدرت گرفتن مجدد پول ملی این کشور در مقابل ارزهای خارجی شد. مسمومیت مشکوک آبراموویچ پس از مذاکرات صلح وال استریت جورنال نشریه آمریکایی در خبری ویژه از مسمومیت مشکوک آبراموویچ و دوز به بلندپایی اوکراینی پس از انجام مذاکرات صلح در اوایل ماه گذشته پرده برداشت آبراموویچ و دو مذاکره کننده اوکراینی پس از دیدار خود در پایتخت اوکراین علائمی مانند قرمزی چشم ریزش مداوم اشک و پوسته شدن پوست صورت و دستان خود داشتند بین مسکو، کیه و سایر مکانهایی که مذاکرات انجام شده است در جابجایی مداوم بود. سربازان روسیه که از فرماندهان خود را با تانک زیر گرفتند به گزارش مقامها در غرب و کیف سربازان روسیه در پی تلفات سنگین یگانشان در نبرد با نیروهای اوکراین یکی از افسر ارشد خود را با تانک زیر گرفتند گفته می شود پای سرهنگ یوری مدودو در این حمله به شدت آسیب دید. حمله ای که پس از کشته یا زخمی شدن حدود نیمی از تیپ 1500 نفری تحت فرماندهی او در رشته درگیری های هفته های نخست جنگ رخ داد. برخی از نبردهای سنگین که تیپ 37 در آن شرکت داشتند در ماکاریف هومه کیف رخ داد که نیروهای روسیه برای محاصره کردن پایتخت اوکراین در تلاش بودند آنجا را تصرف کنند. در حالی که کشورهای غربی و اوکراین ادعا می کنند بین 7 تا 15 هزار نفر از نیروهای روسیه در نبرد ماه نخست جنگ جان باختند، کرملین این آمار را تکسیب می کند. گفته می شود سرهنگ مدوده برای درمان فوری با هواپیما به بلاروس منتقل شده و در پی این سوء قصد به جانش مدال شجاعت ارتش روسیه به او اعطا شده است. هنوز منبع مستقلی خبر این حمله را تایید نکرده اما رمزان قدیرو فرمانده که چچنی که نیروهایش به نفع مسکو در اوکراین میجنگند ویدیویی منتشر کرده است که به نظر میرسد این سرهنگ را در حال ترک منطقه جنگی به دلایل پزشکی نشان میدهد یکی از جنگجویان چچلی در این ویدیو میگوید سب کنید حالتان چطور است خوبید با ما صحبت کنید مدوده پاسخ میدهد خوبم اهل کجایی قبل از انتقالش مدوده و از روی برانکارد به او میگوید از بدنش با پتوی که پاهایش را پوشانده محافظت کند قدیروف مدعی شد نجات مدمدف گواهی بر موفقیت طرح موسوم به مقابله با نازیسم پوتین در اوکراین است. این فرمانده چچنی نوشت دیگر خطری جان مدمدف را تهدید نمی کند. امیدوارم به زودی دوباره سر پا شود. این واقعه را ابتدا رومن سیمبالیوک روزنامه اوکراینی گزارش کرد. او در پستی در فیسبوک نوشت یک سرباز در فرصت مناسب در میدان جنگ با تانک فرمانده تیپ به خود سرهنگ یوری مدوده را زیر گرفت و هر دو پایش را مجروح کرد. بورل روسیه نمیخواست تحریم نفت ایران برداشته شود. جز بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به رغم برطرف شدن مانع تراشی روسیه، مانع ایجاد شده به وسیله ایران پیشرفت در مذاکرات احیای برجام را متوقف کرده است. بورل که دوشنبه پس از بازگشت از سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس در پارلمان اروپا صحبت میکرد گفت در حالی که به حصول توافق اینقدر نزدیک شده ایم باعث تاسف است که به توافق دست پیدا نکنیم نمیتوانم تضمین دهم که توافقی وجود خواهد داشت او در ادامه گفت دو هفته پیش به نظر میآید که در حال رسیدن به توافق هستیم اما بعد با مانع تراشی روسیه مواجه شدیم به گفته بورل روسیه قصد داشت از توافق بر سر احیای برجام به عنوان اهرام به فشاری علیه غرب در جنگ با اوکراین استفاده کند و مانع از لغو تحریم های مربوط به صادرات نفت ایران شود بورل گفت اگر ایران تولید نفت را از سر بگیرد عرضه بیشتری در بازارهای جهانی وجود خواهد داشت و این به نفع روسیه نیست جوزف بورل در ادامه گفت روسیه با دریافت تضمینهای های لازم از مخالفت دست کشید اما بروز اختلاف های دیگر از جمله تاکید ایران بر خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا باعث توقف در پیشرفت مذاکرات شده است وعده رئیسی برای ریشهکن کردن فقر مطلق در سال 1401 ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تاکید کرد با توجه به ظرفیت های موجود کشور می توان با بسیج امکانات و برنامه ریزی منسجم و هماهنگ اقداماتی انجام داد که در سال 1401 در کشور فقر مطلق وجود نداشته باشد او 14 اسفند سال قبل هم با اشاره به اینکه دولت امکانات کافی برای ریشه کن کردن فقر مطلق را دارد و با یک کار جهادی و یک برنامه ریزی مناسب می توانیم به نتیجه برسیم گفته بود از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت ها استفاده و اجازه ندهند این موضوع به سال 1401 برسد. به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. ممنون که تا پایان با ما همراه بودین. وقتتون خوش و خدا نگهدار.